درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 25 مین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان رسیدیم به آغاز حکومت محمدشاه قاجار که خیلی هم کم راجبش شده تاریخ یعنی حداقل به ما توی مدرسه و این طرف اون طرف که درس تاریخ خوندیم خیلی کم درس دادن خیلی هم کم صحبت میشه راجبش. میریم پیش شهرام سنجابی گرامی ببینیم چرا راجه محمد شکم صحبت شده شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین جان و با درود و مهر فراوان بر شما و بینندگان نازنینتون در هر جای جهان که هستن و همچنین درود بر تمام ایرانیان مبارز که در تلاش هستن تا این رژیم اهریمنی رو از سطح خاک پاک میهنمون پاک کنن از خودم و بینندگان از شما سپاسگزاری میکنم که وقت میذارین هر هفته و اینجا درس میدیم به ما واقعا لازم هم هست درس می... برام سپاسگزارم ازت ممنون سپاسگزارش میکنم تمنا میکنم خب... اه... ما ماجرای در واقع حکومت قاجارها سلسله قاجار و ما در هفته پیش مقدمه ای درباره محمدشاه گفتیم درباره به دنیا آمدنش در تبریز در واقع محمد یک پادشاه تبریزی محسوب میشه خب زندگی محمدشاه یه زندگی عجیب و غریبی داره نسبتا هم کوتاه هستش به دلایل بسیار مرموز محمد شاه جانش دست میده بسیار جوان هم فوت میکنه در حدود 41 42 سال بیشتر سن نداشت زندگیش در واقع ایشون وقتی که محمد میخواد زندگیش آغاز کنه دوران دورانیه که ایران در ما فضای جنگ های ایران روس داره سر میکنه و محمد شاه که اون زمان معروف است به محمد میرزا در چنین فضایی رشد میکنه خب محمد شاه اولین اتفاق بزرگی که براش میافته ازدواجش هستش ازدواجش با اه محمد قاسم خان زهیر و دوله دختر محمد قاسم خان زهیر و دوله هستش از طایفه قوانلو اسم خانمش هست ملک جان خانم که بعدها ملقب میشه به مهدولیا این مهدولیا در واقع در دید و ذهن ما ایرانی خیلی منفور است به خاطر ماجرای قتل امیر کمیر و نقشی که این زن در اون بازی کرده دوازده سالگی از تبریز ایشون رو میفرستن تهران تا با ملک جان خانم ازدواج کنه ولی چندان ازدواج گرمی نبود از یک طرف مادر محمد شاه شا یا محمد میرزا یا همسر عباس میرزا از خاندان دولو بود یا ایل دولو بود ما گفتیم که همین دولو قوالو همشه با هم درگیر بودن حالا آقا محمد خان آقا محمد خان قاجاری تدابیری تدابیر اندیشته بود که بتونه این دوتا رو با هم دیگه چفت و بس بده با همین ازدواجها ولی مادر شوهر رو در واقع عروس با هم دیگه نمی ساختن یعنی تا زمان مرگ مادر محمد میرزا که خیلی زود هم مرد یعنی محمد میرزا در نوجوانی یتیم شد به نوعی این عروس و مادر شوهر با هم نمی ساختن از یک طرف هم خب روحیات محمد میرزا با این خانوم هم اصلا همخونی نداشت محمد میرزا یک آدمی بود خجالتی کم حرف بسیار درونگرا و البته احساساتی و به خاطر همین روحیاتش کمی اصطلاحا دهنبین بود و خیلی زود تحت تاثیر حرف اطرافیان قرار می گرفت دقیقا نقطه مقابلش این خانوم ملک, جان... جان خانم بود که زنی بود به شدت پرتکاپو سلتگر و البته به صلاح از لحاظ جنسی بسیار پرحرارت و آتشین بود معمولا حالا زنهای کمچین ویژگی دارن خیلی قدرت طلب هستن ما در تاریخ دیدیم مثلا نمونهش ملکه الیزابت اول هستش که به قول معروف ایشون دربار انگلیس رو آباد کرده بود و جالب اینجاست بدونیم که چون ایشون ازدواج که تا آخر عمر ملقب بودن به ویرجین باکره و حتی در آمریکا هم که بعدا انگلیسی اون ایالتی که سخبوس گرفتن به افتخار ایشون گذاشتن ویرجینیا ویرجین در زبان انگلیسی یعنی باکره ماجرای یکاترینا هم میدونید و یا جان دارک. جان دارک هم زنی به شدت هم قوی بود از لحاظ روحی هم از لحاظ جنسی هم به شدت زن قوی بودش این یه مقدار با روحیاتش این ملک جان خانم یا مهدولیا با شوهرش ناسازگاه بود این قضیه و حتی ما میبینیم تو قضیه کبیر یکی از دلایل دشمنی مهدولیا با کبیر این بودش که مهدولیا حالا چون دیگه شوهرم نداشت میخواست با مردان متفاوتی ارتباط داشته باشه کبیر غیرت میورزید و چون مادر زنش هم محسوب میشد جلوی این قضیه رو گرفته بود که این باعث شد نفرت عجیبی یعنی که از دلال نفرت شهید مهدولی از داماد خودش همین قضیه بود ممانعت امیر کبیر بود بعدش برحال یک دلیل دیگر اختلاف این زن و شوهر این بود که بچه هایی که مهدولی به دنیا می آورد بعد از چند سال می مردند. یه چیز خیلی عجیبی بود گویا قضای آسمان این بود که اصلا این زن هیچ بچه نداشته باشه ولی دو تا بچه از این زن باقی موند یکیش همون خانوم عزت و دوله است همسر امیر کبیر یکی در واقع ناصر الدینه و حالا جالب بدونیم که این چرا اصلا اسمش گذاشت ناصر الدین چرا شد اسم این اسم رو این گذاشتن حال در جنگ دوم ایران و روس محمد میرزا انقدر به در واقع سن روش رسید که توانست که فرماده بخش از لشکر ایران رو به عهده داشته باشه در جنگی که در نزدیک دژ گنجه صورت گرفت با سرداری امیرخان سردار و دو تا تایفه کرد هم که در واقع در رکاب ایشون بودن یعنی تایفه خاجوند و عبدالمالکی اینا رفت قرار بود که در واقع محافظ دژ گنجه باشن ولی شکست خیلی سختی خوردن از روسا و امیرخان سردار هم که اموی مادری عباس میرزا بود هم توی این قضیه کشته میشه این تجربه دقیقا اولین تجربه نظامی محمد میرزا خیلی تلخ بود خب بعد از پایان جنگای ایران روس ما گفتیم داستان شما در برنامه قبل گفتیم که جناب عباس میرزا نایب السلطنه گمارده میشه به حاکمیت خراسان و تون اون درگیری هایی که سر هر صورت میگیره محمد میرزا هم حضور داشته و میره با ترکمن ها و ازبک ها درگیر میشه خب اینا واقعا ظلم میکردن به مردم خراسان کلا ترکمن ها زمان چنگیزمان که آمدن و در اون منطقه به مستقر شدن برای اینا یک برنامه شده بود یه مشق شده بود دائم به خراسان حمله میکردن زن و دختر روستایان خراسان رو میدوزیدن و میبردن حتی مثلا تا سبزوار روستایی منطقه مثلا مشهد به ترکمن ها میگفتن هنوزم میگم میگن بربر قدیمی هاش میگن بربر بخاطر بر خاطرات خیلی زشتی که در واقع مردم اون منطقه از ترکمن ها دارن که این قضیه به صورت قطعی در زمان رضاشاه بزرگ در واقع تمام میشه رزاشا بزرگ بود سرکوب شدیدی که از اینها انجام میده به این ماجرا پایان میده برای همیشه و جالب یکی از ایرادهایی که این تجزیه طلبان به رزاشا بزرگ میگیرن همین سرکوب متجاوزین و راهزنان و سرکشان هستش که میگن شما مهملیت ها رو سرکوب کردید این خیلی جالبه مثلا رزاشایی که احمد سیمیت رو که پدر مردم آذربایجان در آورده بوده دستگیر میکنه و از بین میبره میشه سرکوبگر ملت ها حال محمد میرزا فتح بزرگی میکنه و بیست هزار بیست هزار برده ایرانی رو آزاد میکنه و دقیقا در همین زمان هستش که خبر میدن خداوند به تو یک پسری داده و به خاطر به افتخار این نصرت و پیروزی نام اون پسر رو ناصر الدین میذاره که این ناصر الدین شاه بعدها قرار همون ناصر الدین شاه قاجار بشه معروف در این شاه قاجار و طولانی‌ترین دوره هم متعلق به همون هستش حال محمد میرزا به سمت حرات حرکت میکنه در هرات و در محاصره خودش میگیره و که در آستانه فتح هرات خبر میرسه که در مشهد پدرش درگذشت خب با این قضیه محمد میرزا در واقع به نوعی جنگ رو مصالحه میکنه و شروع میکنن به مذاکره کردن با وزیر دولت هرات یار محمد خان و نیز حاکم هرات که نامش کاملا میرزا بوده یک Uh, میشه گفتش که عهدنامه بسته میشه بین حاکم هرات و محمد میرزا و داستاش این میشه که اولا ایشون حاکمیت ایران رو بپذیرد بر هرات تمام اسرای خراسانی رو آزاد کنه پانزه هزار تومن پول زر و پنجاه شال کشمی رو به عنوان غرامت بده و اینکه ممانعت کنه از راهزنی در خراسان و دوزیدن در واقع نمو... نوامیس خراسانی ها توسط اتباع خودش حالا مردم هرات اون طرف ها حال محمد میرزا برادر خودش رو قهرمان میرزا رو به عنوان حاکم خراسان میذاره و برمیگرده به تهران به تهران فراخوانده میشه و فتلی شاه یک جلسه مشورتی تشکیل میده برای تعیین ولیعت با توجه به وفات ناجوان مردانه عباس میرزا و شورا تصمیم برای میگیره که محمد میرزا لایق ترین فرد با سه جانشینی فتح هستش تمام مناسب عباس میرزا به محمد میرزا واگذار میشه از جمله حاکمیت آذربایجان و همزمان حاکمیت خراسان این قضیه با مخالفت شدید دو تا از برادرای عباس میرزا مواجه میشه خب اینا انتظار داشتن بعد از مرگ برادرشون و ولایت عهدی به اینها واگذار بشه و اینکه میدن برادرزادهشون قرار پادشاه بشه به شدت خشمگین میشن مثلا اینکه علی میرزا زل و سلطان هست ایشون در تهران حضور داشت و حتی به در واقع تندی میکنه میگه که شما منو از حق طبیعی محروم میکنی به پدرش میگه و حتی یه حرف دیگه هم میزنه و میگه که شما در, برابر روسا تسلیم شدی چون میدونید من تو برنامه قبلی هم گفتم یه شایعات ها پخش کرده بودن که به سلا عباس میرزا با روسا سر و سری دارن و روسا داره ازش حمایت میکنن حالا اینو داشت با مشاجراتش با پدرش همینو میگفت میگفت جناب جل روسا در واقع تسلیم شدی و پسر ایشونو کردی به صلاح ولیعت. ولی خب فتله شاه زیر بار نمیره و همچنان ولیت میمونه دومین نفرم حسین علی میرزا مرف فرمان فرماست این فرمان فرما با فرما اون فرمان فرما که الان در ادامه خواهیم در صحبت خواهیم کرد نقش بسیار مهمی هم در سیاست ایران در دوران پایان قاجار نقش بازی میکنه و بعدها هم یک فیلم تحریف شده ازش ساخته میشه به نام هزار دستان این کاملا متفاوت هستش اون یک فرمان فرمان دیگه هستش حال این حسین علی میرزا فرمان فرمان حاکم فارسه این هم باز اعتراض میکنه ولی به جایی نمیرسه تا اینکه که فتلشا فوت میکنه و قائم مقام خب میرزا ایسا فراهانی فوت کرده و حالا میرزا ابوالقاسم در واقع قائم مقام پسر میرزا ایسا پیشکار و وزیر محمد میرزا است خب حالا که من صحبت از وزیر کردم یکم میرم عقبتر به جایی که مادر محمد میرزا فوت میکنه و عباس میرزا یک درویش تبریزی رو به نام حاج میرزا آقاسی میذاره که اینو تربیت کنه این درویش خب یک این صوفی خب میدونیم که از زمان صفویه یعنی از زمان به مشخص شاه عباس و بعد صفی میرزا یا شاه صفی اونجا توضیح دادم خدمت شما عزیزان گزارش کردم که یک جنگی را میفته بین صوفیان و ملایان و ما هر چقدر زمان میگذره قدرت ملایان بیشتر میشه در واقع در واقع قدرت صوفیان کمتر و کمتر میشه و در زمان فتلی شاه به نوع دیگه ملایان قدرت مطلق میشه حتی فتلی شاه همون فتلی شاه که متاسفانه قدرت رو به دست ملایا میده و حتی تا در تاج گذاری میگه که من به نیابت از علما دارم حکومت میکنم این اصلا یه حکمی داده بود که آقا در هر چی صوفی در تبریز هست خفه کنید و ماجر مشتاق علی شام که حتما شنیدید صوفی معروف کرمانی که میگویند در واقع موقع خواندن قرآن آن رو با تار میخوند که انگوشاش رو قطع کرده بودند خب با حالا این درویش یا این صوفی خیلی محمد میرزا رو تحت تاثیر خودش قرار میده و حتی یک دوره خود محمد میرزا هم صوفی میشه شروع میکنه به جنده جند پوشی که سر قضیه خیلی قائم مقام ناراحت میشه به عباس میرزا میگه این قرار شاه مملکت میشه چرا درویش بازی در میاره سر این مسئله حتی یه مدتی دیگه این حاج میرزا آقاسی رو دور میکنن حاج میرزا آقاسی میره, میره خوی و دیگه خود قائم مقام دیگه به نوع تربیت و سرپرستی محمد میرزا رو بهده میگیره خب حالا به قائم مقامی که حالا همه کار است دست این پادشاه جدید گرفته داره با یک سپاهی از تبریز دارن حرکت میکنن به سمت تهران منتها این، اینجا جناب زل سلطان علی میرزا زل سلطان اسم خودشو گذاشته علی شاه و شاه و خودشو پادشاه ایران معرفی کرده حتی اون لشکری هم که به صلاح با پدرش رفته بودن کاشان و اسفهان و گفتن ماجرای مرگ فتلی شاه به هم وعده وعید میده پول خرج میکنه میشون بیده در واقع جزء سپاه من هستید توی خود قاجارا پول خرج میکنه و جالب خیلی جالب شما بگم پشت این بازی دولت بریتانیا هستش دولت بریتانیا نمیخواد محمد میرزا شاه بشه چرا؟ به خاطر که گمان میکنه محمد میرزا زیر در واقع نفوذ روسیه است خب ما میدونیم بعد از قضیه ترکمنچای کلا منطقی آذربایجان تا زمان انقلاب روسیه و ظهور رضا بزرگ به نوع حیات خلوت روساس یعنی اونجا کنسولگری دارن در تبریز هر زمان دوست دارن وارد میشن کسی میخوان سرکوب میکنن به عنوان مثال نمونه معروفش اعدام سقت الاسلام ماجرای شیخ محمد خیابانی یعنی روسا در آذربایجان یه جورایی گفتم حیات خلوت روسا محسوب میشه برای همین هم حاکم تبریز که نایب السلطنه هستش و, و ولیعهده انگلیسی همیشه به یه سوء زن نگاه میکنن به این با همین از همون ابوالحسن خان ایلچی معروف که درباش خیلی صحبت کردیم به او یاد میدن اونو تحریک میکنن که برو زیر پای عادل بشین او خودش پادشاه اعلام کنه ما هم حمایت میکنیم و ایشون ور میداره در واقع سکه میزنه حتی نامه میزنه به ولایات که از این بعد شاه منم شما مثل والیان منطقه مختلف از این به بعد باید از من فرمان برداری کنید بر روی لشکر از تبریز میاد پونزه هزار نفر بودن در نزدیک سیاده هن سیاده امروز بهش میگیم تاکستان نزدیک قزوین دو تا لشکر با هم درگیر میشن و نهایتا شکست میخوره شکست بدی هم میخوره و تقاضای عفو و بخشش میکنه و میگیرنش و در قلعه اردبی زندانش میکنن خب اولین مدعی در واقع عمده در واقع کارش تموم میشه میمونه همون برادر دیگر عباس میرزا همین میرزا حسین علی فرمان فرما, فرما. که هم ادعا داره باز هم انگلیس ها این دفعه میرن سراغ اون که آقا حق توس پادشاه شما برو جلو ما از شما داریم حمایت میکنیم و این دفعه باز لشکرکشی انجام میشه خب فتلش محمد شاه که حالا دیگه محمد میزه که علیم به علی طالب قاجار هستش خودش وارد جنگ نمیشه یک شاهزاده میفرستیم به اسم شاهزاده پیروز میرزا نصرت دوله و یک منوچه خان گرجی معتمد دوله این منوچه خان گرجی داستان خاص خودش رو داره حالا من در برنامه بعد اینو مفصلتر صحبت میکنم درباره به صلاح وعده وعیدی هایی که به, به محمد علی باب میده در ما بیشتر صحبت میکنم ایشون یکی یک از کسانی بود که آقا محمد خان به اسارت از تفلیس آورده بود و این رو اختش کرده بودند و بعدها به مقام بالایی میرسه سردار میشه در چند استان ایرانشون حاکم میشه آدمی هم بود بسیار سختگیر و نسبتا بیره و تا اونجا که در شواهد تاریخ نشون میده عامل نفوذی روسیه این ما کشور ما در چه شرطی قرار گرفته خیلی شبیه شرایط امروز ایران هستش که حکومت حالا دو بخش شده یه قسمتش به قول معروف همین خاتمی و روحانی و موسوی تیم انگلیسن و اون دنبالچهاشون که امروز به اسم حالا جمهوری وحشت میشناسیمشون در کانادا آمریکا از این تیم روسی سپایی ندارن با هم درگیرن خب ما دیدیم دیگه اینا توی درگیراشون هم که کشته دادن همین آقای علی رضا اکبری که تو بحث جاسوسی اتمی برای انگلستان اعدام شد توی در واقع درگیر دو تا زدن کشتنش عین همون قضیه ما می‌بینیم که در دوره قاجار هست تو این تیم روسی است اون طرف هم تیمای انگلیس دارن فعالیت میکنن و سعی که شاکه چه رو با شاه کنن درگیر میشن به حال با 500 تا سر، تا سرباز و توپخانه میرن به سمت فارس و اینا دو تا برادر بودن حسین علی میرزا حاکم فارس بود یه برادر دیگر داشت به اسم شجاع سلطنه که شکست میخورن شجاع سلطنه رو کورش میکنن میپرسن قرده اردبیل حسین علی میرزا فرمان فرمان فرار میکنه ولی به مرض وبا دوچار میشه و میمیره و سه تا پسرش هم به دولت فخیمه بریتانیا پناهنده میشن اونها رو در واقع اول انتقال میدن به بغداد و از اونجا میبرنشون به انگلستان به حال با این ماجرا قائل ظاهرا تمام میشه ختم به خیر میشه و دوران محمدشاه قاجار یا همین پادشاه درویش ما شروع میشه خب قائم مقام شروع میکنه به اصلاحات اولین کاری که انجام میده جلوگیری از زیخت و پاش هستش حتی اینقدر به این قضیه حساسیت داشت یک بار می متوجه میشه که شاه به یک باغبانی باغبانا 20 تومن انام داده و قائم مقام این 20 تومن از باغبون میگیره و وارز میکنه به خزانه اجازه بدیم من یک داستانی بهتون روایت کنم این داستان در واقع من با یک واسطه شنیدم به از همکارای من که توی بحث مرمت بنای تاریخی همکار من بود شون روایت میکنه از یکی از استادکارای قدیمی ایران خیلی این داستان این داستانی که خیلی شبیه داستانی که الان میخوام براتون تعریف کنم در واقع سنگ کاری میکردش در کاخ سعدآباد ایشون روایت میکنه که یک روز داشت این سنگای کف یکی از تالارای والا راهرو بوده جایی بوده کار میکرده مشغول در واقع نصب این سنگا بوده همینج سرش پایین بوده داشت نصب میکرده یهو متوجه میشه که دو تا چکمه کنار هم جلوی چشمش ظاهر شد سرش رو بلند میکنه متوجه میشه رضا خب خیلی کاریزما و جذبه عجیب غریبی داشته این خیلی اصلا وحشت میکنه میگه سلام از شد اعلی حضرت ببخشید عفو بفرمایید من اصلا متوجه نبودم و اینا بعد رضا شاه برمیگره اوس خودتون ناراحت نکن اشکال نداره کارتو انجام بده بعد یه نگاه میکنه به کارش خیلی خوشش میاد میگه خیلی تمیز کار کرد اینا در میاره یه پنج تومنی تومن پول خیلی زیادی به این بنامید. میده اوساکای میده ایشون هم ذوق زده البته اوساکاری که میگم اهل همدان هم بود برای اینکه بقیه ببینن در واقع میذاره یه تاخچه بوده یه گوشه یه سنگ هم میذاره روش که این دیده بشه مثلا فخ بفروشه بگی مثلا رضا به من انعام داد مثلا یه چند ساعت بعد محمد رضا که زمان ولیعت بوده از همونجا میگذشته بعد پنشتومانی می می پنش می می رو میبینه میگه استاد جریان این پنشتومانی چیه میگه والا ازت علا صبح داشتن اجا بور میکردن لطف فرمودن تفقد فرمودن اینو به من انام دادن ما هم بذاره خیلی جوان بوده در حد شاید مثلا 18-17 سالش بوده اونم میگه من یه خودی نشون بدم یه پنشتومانی میذاره اونجا بهش میده این هم کلی تشکر و دستش رو و ممنون و بزرگواری کردیم فلان کره. این هم اونجا میشه ده تومن یه دوباره سنگ رو اونجا اصف دوباره از اون مسیر رزش ها بر دوباره نگاه میکنه میبینه دو تا پنج تومنیه رزش هم خب یه ادبیات خیلی خاص خودش رو داشته بر میگه میگه گرم. اوستا پنج تومنی زایده بعد میگه نه لا حضرت والا حضرت مادن جا تفقد فرمودم پرسیدم توضیح میده بزرش عصبانی میشه بعد میگه که به ولیه بگید بیاید اینجا بعد محمد رزاشا میاد اونجا و رزاشا برمیگرده میگه که خیلی عصبانی بوده میگه که پدر سوخته اینو از کار کردی این پنشمانه در آوردی یا از جیب بابات در آوردی مال کجاست این پنشمانه بعد محمد رزاشا سوخت سوخت میشه هیچی نمیگه بعد سرش انداخته پایین پنج شمانی رو ور میداره میگه اوسو بده من یکی از پنج ها رو میگیره میذاره جیب خودش به جفتشون درس میده هم به محمد هم میگه که در واقع اندازه نگهدار، هم در واقع به اوسو میگه که به حق خودت قانه باش این درس بزرگی بزرگ بزرگ. دقیقا هم هم همین کار رو میکنه میگه اون بیستومان چه خبره میذاره توی خزانه خب این جلوگیری از ریخت و پاشا که حالا انجام می گرفت یه،, یه،, سری از این دوربری های قاجارا که به مفخوری عادت کرده بودن رو خشکیم می‌کنه. اینا دشمنش میشن دومیش ایستادگی در برابر خواسته های نامشروع بریتانیا بریتانیا چه میگفتش آقا شما الان این همه زمین دادید به روسا شکست خوردید اون عهدنامه ترکمنچای بستید بیاید با ما هم یه اهدنامه ببندید که ما شما رو در واقع تحت الحمایه خودم قرار بدیم این چیزی بود که انگلستان خیلی روش اصرار داشت یعنی حتی آخر سر دامنش میرسه به دوران پایانی قاجار اون قرارداد معروف 1919. 1919 1919 بعد یه جالب انگلیسی چی میگفتن میگفتن آره این زهر این ترکمنچای برای کشور شما یک زهره این اهنامه که با ما ببندید پاد زهر اونه بعد قای مقام میگه اینقدر این کشور ما سم وارد شده الان کوچکترین در واقع سم میم بخواد وارد بشه دیگه از ما چیزی باقی نخواهد ماند خب انگلیسی ها میبینن که ایشون باید حذف بشه به خصوص وقتی قائم مقام شروع میکنه و با کشورهای دیگر رابطه باز میکنه از جمله به عثمانی تلاش میکنه رابطه بعد از چند قرن درگیری و مجادله با عثمانی رابطه خوبی با عثمانی برقرار کنه خب اینجاست که مصمم میشن انگلیسی ها نابود کنن قائم مقام رو از دو راه هم وارد میشن یکی از گماشتگان خودشون در درون دربار بود حرفشون این بود که میرفتن به محمد میگفتن که خ... چیز قبلی عالم خبر نداری این آقای قائم مقام با روسا سر و سر ری داره دنبال اینه که مثلا شما رو بذاره کنار و حالا یا خودش شاه بشه کسی دیگه رو حواستون باشه از اون طرفم به ملایان نوکران همیشه استعمار بریتانیا در ایران در واقع از اونها خواسته بودن که برید بالای منابر مساجد و به مردم ساده دل بگید که قائم مقام از دین خارج شده حالا داستان قائم مقام از دین خارج شده چه ماجراش به خاطر اینکه اون زمان کم کم در واقع بعد از اون ماجرایی که در زمان فتلش اتفاق میفته فساد و پلشتی ملاها و غیر و و زورگویی ملایان کم کم زمزمه نارضایتی مردم از این ملایان بلند شده بود بحث باستانگرای بازگشت به ایران باستان بود اصلا بحث نمیدونم این که آقا باید کلا دین از حکومت جدا بشه همه چیزی که به اصطلاح امروز بهش میگیم سکولاریسم بحث این بود که آقا ملایان رو قدرتشون رو کم کنیم و محمد قائم مقام هیچ واکنشی در برابر کسانی که این مسئله زمزمه میکردن تو جامعه نشون نمیداد و ملایا میره توی منابر مساجد بله این آقا بدینه بیدینه البته اون زمان هنوز محمد علی باب زور نکرده که اینو منتصبش کنن به بابیگری چون یکی از ابزارهایی که در دوران قاجار به ویژه ملایان برای سرکوب کسی به کار می بردن می گفتن این بابیه وقتی میگفتن بابی یعنی تمام دیگر. یعنی خونش مباهه به حال اینا هم توی مسجدش میکنن مردم رو آماده میکنن و ببینیم چه اتفاقی میفته من چند تا در واقع از گزارشاتی که وزیر مختار انگلیس مستر کمپل در واقع به لندن فرستاده و تو آرشیو دولت انگلیس هم هستش رو براتون میخونم گزیدای نو دوازده می مه، 1835 حدودا میشه هفت ماه بعد از به قدرت رسیدن محمد شاه بعد با استفاده از درباریان به گوش شاه رسان، رسانده شد که ساز، در واقع سازش میان قائم مقام و روسیه وجود دارد و شاه سخت متغیر شده عرض کردم که محمد شاه آدم بودش که دهنبین بود و به, به نوعی تحت تاثیر اطرافیان قرار می گرفت. 15 روز بعد 27 می شاه گفته که از جانب قائم مقام نگرانی ندارد و تصور می کند من من منظورش همین خود کمپله من فریب شکایت های فتن جویان رو خوردم چون ایشون هم حالا هم خودش مستقیما میرفت هم از طریق کسای پیغام پس خام می آورد حواست باشه با هست. این با روسیه است این اینجا محمدشاه گفته که شما فریب شکایت های فتنه جویان خورده ای. خب هفته جوان یعنی در حدود ده روز بعد ملایان بالای منبر بر علیه او سخن میگویند دوازه جوان پنج روز بعد قائم مقام از صدارت برکنار شد خود کمپل بلند میشه میره کاخ از محمد شاه درخواست میکنه که قائم مقام رو اعدام کن بگرنه کار دستت میده اونجا به مقاومت میکنه زیر بار نمیره 22 جوان نماینده از امام جمعه تهران به سفارت بریتانیا می آید و خبر دستگیری قائم مقام را تبریک می نماینده امام جمعه تهران خب در همون کاخ نگارستان به صورت محترمان زندانش می کنند چهار روز بعد این مرد بزرگ رو در واقع می گیرند توی دهن و دماغش پنبه فرو میکنن و بعد خفه میکنند این کارم به خاطر این بودش که محمد شاه در حضور عباس میرزا سوگند خورده بود که هرگز و هرگز خون قائم مقام رو زمین نریزه خب ایران اولین شانسش رو برای دور قاجار برای رشد و نجات و توسعه از دست میده خب انگلیسی ها تحت فشار میزنن محمد شاه رو که حالا چون چند ماه بدون قائم چیز میمونه بدون صدر ازم میمونه که یا الله یار خان آصف و دوله رو یا میرزا ابوالحسن خان ایلچی رو ما درباره این دو, دو, نفر بدنام بدنام در واقع انگلیسی صحبت کردیم و خیانتاشون به ایران و یا عبدالله خان امین و دوله یکی از سه نفر رو شما صدر ازم کنید هر سه انگلیسی هم. حالا این عبدالله خان امین و دوله کی باشه خوبه این فرزند محمد حسین صدر اسفهانیه که مفصل راجبش صحبت کردیم چه خیانتی به ایران کرد محمد, شا، محمد شا زیر بار نمیره میره همون مرشد و مرید خودش رو میاره یعنی حاج میرزا آقاسی رو میاره و وزیر خودش قرار میده بعد انگلیسیا به حاج میرزا آقاسی میگن بیا حالا شما این عهدنامه رو امضا کن حاج میرزا آقاسی فعلا حالا مسلحت نیست فعلا به حالت تعلیق در بیاد تا ببینیم که خدا چی میخواد چی پیش میاد اینجوری به نوعی از زیر فشار اینو فرار میکنه خب بعد از این قضیه یعنی صدر شده حاج میرزا آقاسی ناصر میرزا به صورت رسمی چهار سالش بوده به صورت رسمی به عنوان ولیعهد ایران انتخاب میشه و نیز نایب السلطنه و, و حاکم آذربایجان و میفرستنش تبریز که برو شما حکومت کن منتها چون بچه است به در واقع کفالتش رو قهرمان میرزا ش... یعنی شاهزاده قهرمان میرزا برادر محمدشاه بر عهده میگیره که بعد چند سال بعدتر 1842 برادر دیگر شاه یعنی محمد میرزا هم کفالت ناصر میرزا رو به عهده میگیره هم به نیابت از اون بر تبریز و آذربایجان حکومت میکنه. خب در این حیث است، در این میان محمد شاه تصمیم میگیره ماجرای حرات رو تموم کنه چون اصلا رفته بود حرات رو بگیره که خبر دادن پدرش مرده دیگه حالا که شاه شده میخواد دیگه کاملا هرات رو این تجزیه طلبان رو دور کنه کامران میرزا رو کنار بزنه و دوباره هرات به ایران بپیونده کامران میرزا دست پیش رو میگیره وقتی ما متوجه میشه که محمد شاه میخواد حرکت کنه به سمت خراسان سه تا طایفه رو به هرات میاره اصن بافت جمعیتی اونجا رو عوض میکنه. یکی تایفه جمشیدی، تایفه جمشیدی یک تایفه هستن که اصالتا ترک هستن بعد از حمله مغولان در اون منطقه جایگیر شدن ولی زبانشون تغییر کرده. زبانشون فارسیه و از لحاظ مذهب هم اسماعیلی هستند. و نیز هزار جاتو میاره به ویژه تیره تومانی الان این آقایونی که اصلا هزار جاد در هرات اینا در واقع به خاطر همین کار کامران که در واقع میار اینها رو به سمت هرات حالا جالب شما بعد از این جنگ هرات اتفاق میفته ادهی از این جمشیدی ها مهاجرت میکنن به نیشابور و الان هم دارن زندگی میکنن خب وقتی خ... خبر به انگلستان میرسه که محمد شای قاجار عزم خراسان و حرات رو کرده خب اینا از همه کار میکنن تا جلوی محمد شاه رو بگیرن خود اون زمان نخست وزیر انگلیس شخص به اسم هنری جان تمپل یا معروف به لورد پالمرستون که از صدر زمانی معروفه معروفه. بریتانیا هستش در قرن 19 هم. این آقا سه تا جاسوس کارکشته رو به شهرهای مختلف افغانستان میفرسته سروان الکساند برنز اینو میفرسته به کابل این حالا این کسی هستش که همون بعدها در آسیای میانه بسیار خدمات انجام میده برای بریتانیا و کتابی هم مینویسه در سال 1835 به نام کتاب سفر به بخارا و اون زمان در انگلستان پرفروشترین کتاب میشه دیگری به اسم مستر لیچ هستش به قندهار میفرسته و سومی یک فردیس به اسم الدرت پارتینگر که این با لباس م... مبدل و ب... به نام سید علوی یا ملا مومن راهی حرات میشه خب تو در تصویر میبینید کاملا لباس محلی هم تنشون هستش خب وزیر مختار انگلیس یک وحشتی که داشتن از اینکه هرات به دست ایران بیفته دلش این بود ماده یازده اهدنامه ترکمنچای به سراحت میگه که روسیه دولت روسیه حق دارد در هر شهر ایران که بخواهد کنسولگری و نمایندگی بازرگانی دایر کنه که ده نفر حد اکثر میتون در این نمایندگی بازرگانی حضور داشته باشن و دولت بریتانیا گمان میکرد که محمدشاه به تحریک روسی وارد جنگ شده به محمد حال محمدشاه در سال 1837 حمله رو شروع میکنه با توجه به تهدیداتی که و فشاری که دولت انگلیس بر ضد ایران و محمدشاه انجام میده محمد تصمیم میگیره تمام افسران در واقع انگلیس رو از ارتش اخراج کنه و حتی وزیر مختار انگلیس مجبور میشه پرچم بریتانیا رو در تهران پایین بیاره و مدت سفیر سفارت بریتانیا در تهران بسته میمونه و محمد با هشتاد هزار نفر به جنگ کامران میرزا میره با بیست و دو هزار نفر درگیری خیلی زود به نفع ایرانیا تموم میشه و کامران میرزا وقتی شکست رو میبینه آماده مصالحه میشه با محمد شو. همین آقای پارتینگر مانع میشه میگه نه نکن صبر کن کمک میرسه این کار نکن دوباره درگیری ادامه پیدا میکنه دوباره کامران میرزا میخواد تسلیم بشه این دفعه مک انیل ایلچی دولت انگلستان مانع میشه و میاد حتی شاه ایران رو تهدید میکنه میگه اگه شما ادامه بدید این باعث در واقع تلخی رابطه شما با بریتانیا خواهد بود حتی وقتی میبینه که محمد زیر بار نمیره میگه پس اجازه بدین ما این رو با مساله تمامش کنیم سه روز آتش, بس بدید تو این سه روز من میرم هرات و کامرا میرزا رو میارم میارم اینجا به خود شما محمد میپذیره بعد این انگلیسی هیلگر میره هرات و پنجاه هزار روپیه پول نقد رو میده به کامران میرزا تا در بین سربازانش تقسیم کنه تو این میان مهدی خان پاک در مورد تایفه پاک من صحبت کردم تو برنامه پیشین مفصلم گفتم داستانشونو این مهدی خان از این تایفه بود اینو محمد شاه گذاشته بود که همیشه کنار مک انیل باشه این ماجرا رو میگه به شاه میگه دست این محمد کامران میرزا همشون با همه داره بینه کمک میکنه از اون طرف یه پیکم میگیرن دستگیر میشه جاسوس بوده میبینن که این در واقع جاسوس انگلیسی خبرای اردو ایران رو داره میبره واسه افسرا انگلیسی تو حرات که این قضیه دیگه محمد شاب به شدت به این حمله میکنه به این مک انیل مکنیل هم با عصبانیت ترک میکنه اردوی ایران رو حالا کجا میره؟ میره زنجان این زنجان رفتنش خیلی جالبه خب در این میان محمد شا که نیروی کمکی بگیره از آخوندهای شیه درخواست اعلان جاد میکنه و در اون زمان قدرتمندترین ملای شیعه فردی بود به اسم سید محمد باغر شفتی این اصالتا از یک روستایی است در نزدیکی زنجان و این نمیپذیره حکم جهاد رو چرا به خاطر اینکه همین مک انیل ایلچی دولت بریتانی بهش نامه می و بهش میگه مباد اعلان جهاد بدید و این سید محمد باغر شفتی میگه که نیازی به جهاد نیستش خب تو این ماجرا حالا جنگ ادامه داره از طرف حکام فارس و کرمان پیغام میاد برای پادشاه که اه... کشتی های بریتانیایی جزیره خارک رو اشغال کردند و نماینده بریتانیا در هرات یک شخصی به اسم استودارت پیغام میده به محمدشاه اگر دست از هرات بر ندارید آنگاه باید آماده جنگ با بریتانیا در فارس باشید خب اینجا باید محمدشاه یا باید پی جنگ با انگلستان به تن خودش میمالید احتمال اینکه اتفاقاتی مانند آنچه که برای پدر بزرگش افتاد زیاد بود و در کمال ناراحتی عقب نشینی میکنه من یک متنی که محمد شای خطاب به مردم خراسان و مردم ایران نوشته و ناراحتیش و افسوسش رو در نشون میده یک به نوعی یک حالت اصخاهی هم داره رو براتون میخونم توپچیان مخلص و سربازان فدوی و سواران جرار بدانید که مردن با غیرت و مردانگی به ذات پاک اهدیت بهتر از هزار سال زندگی با تملق است هر چه دارم برای شما میخواهم نه در بند خانه و اتاقهای با زینت و لذت هستم از خدا طالبم اذیتهایی هایی که از همسایگان ازبک و ترکمان به خراسان رسید پس بگیرم و ذلت هیچ کس نکنم این منتهای لذت من است بعد یک جای دیگه برای در واقع واسه مردم ایران در واقع بیان نمیده میگه که ما عهدنامه با آنان داشتیم منظورش داشت انگلیسی است که آن را محکمتر از صد قلعه بیپن داشتیم اما نقض عهد کردند خب در جای تو این بیانیه میگه که این مال کتاب اکسیر و تواریخ هستش از کتاب اکسیر و تواریخ میگه مردمان ایران چنان تصور ننمایند که من از سفر و جنگ خسته شدم با نی... یا نیتی را که در پس گرفتن اسرا داشتم تغییر دادم هرگز به خدا قسم از اسرای ما خاطر جمع باشد که تا جان دارم از این نیت برگشت نخواهم کرد و به فضل الهی همین اسرا را پس خواهم گرفت خب محمد مجبور میشه برگرده و شوربختانه حرات تا به امروز از ایران جدا شده و میدونیم که حالا چه مصیبت هایی که مردم اون منطقه بعدها زیر حکومت انگلستان و در واقع حالا گماشتگان دیگر انگلستان مثل حالا انگلستان غرب مثل طالبان و غیر طالبان کشیدن و دارن میکشن خب در زمان محمد حالا بعد از این ماجرای جنگ هرات محمدشاه یک جنگ بی سابقه رو شروع میکنه بر ضد بزرگترین مشتهد اون زمان ایران یعنی همون سید محمد باقر شفتی خب این کار محمد شاه در واقع شجاعت ویژه می‌طلبه. محمدشاه در برخلاف پدر بزرگش فتلی شاه که آخوندار رو در واقع دست و بالش خیلی باز کرد بهشون قدرت داد در بسیاری مواقع به خواست اینا اینها بیتوجهی میکرد و حتی در مورد محمد باقر شفتی مجبور به یک جنگ خیلی بزرگی میشه حالا چرا جنگ؟ این سید محمد باقر شفتی در سال 1843 ثروتی داشت با دو میلیون و 500 هزار فرانک دو میلیون و 500 هزار فرانک که با پول آن زمان ارزش پول آن زمان ایران دویست هزار تومن بود جز ثروتمندترین افراد ایران محسوب میشد یک اسفحان یک حاکم گرجی داشت که اونم از همین اسرای تفلیس بود که اونم به حکومت اسفهان گماشه شده بود خسروخان گرجی ولی در واقع کسی که به شهر حکومت میکرد سید محمد باقر شفتی بود با پولی که داشت لشکری از عرازل و اوباش اسفهان رو این دور خودش جمع میکنه خاطرتون باشه در برنامه تاریخ آذربایجان قسمت دهم ده ده در پیوند بسیار محکم و ناگسستنی ملا ارازل اوباش و به بازاریان گزارش خدمتون رای کردم باز هم نمونه ایشون در همینجا در اصفهان دوران محمدشاه میبینیم که باز هم همین این تکرار میشه در زمان شروش پنج و هفت مانند رفیق دوست و غیره و زالک و غیره جزوه در واقع اوباش خمینی میشن و اون بلار سر مملکت میارن برحال میگویند سی هزار تن این دور خوش آدم جمع کرده بود و اینها از هر نوع کسافت کاری دریغ نمی کردند. یعنی گرفتن اموال مردم قتل و تجاوز و این تجاوز واقعا بیدادگری بود یعنی به هر وقتی دلشون میخواست از هر زنی که خوششون میومد میگرفتن میبردنش به بهانه های واهی همین چیزی که الان در ایران امروز میبینیم که به بهانه هجاب یکی رو میگیرن و به هزار تا مسئله می مثلا خانم حجاب اینجوری بوده میبردم بهش تجاوز میکردن شما مثلا چه میدونم عرق خوردی خونتون میبردم به زن و دخترش تجاوز میکردن خب این اون زمان یک فرانسوی که هم معمار و هم نقاشه به اسم اوژن فلاندن اون زمان در اصفهان هستش و جالب این اوژن فلاندن حالا در برنامه معماری نقاشیاش من نشون میدم که از بناهای اصفهان نقاشی کرده در, در, اون دوره اوژن میگه که مردم همه مردم اصفهان از اینا وحشت داشتن اما همت نداشتن که خودشون رو به تنهایی از دست این ستمکاران رها کنند یه جورایی انگار داستان امروز مردم ایران متأسفانه. خلاصه اینکه این, که این آخوند دو سال از سال 1253 خورشیدی تا 120 ببخشید من پوزش میخوام 1216 خورشیدی یعنی 1837 میلادی تا 1839 میلادی که میشه 1218 دو سال تمام بیدادگرانه در اسفان حکومت میکنه برای خودش تشکیلاتی داشت و جالبه یک مسجدی هم ساخته به اسم خودش دوستداران معماری میدونن کدوم مسجد است مسجد سیت مسجد سید اصفهان همونطور که در تصاویرش دارید میبینید با سرمایه شخصی خودش اینجا رو میسازه به نوعی خب مقر حکومتش هم محسوب میشده خب با این کسافتکاری هایی که کرده بینندگان عزیز جالب بدونید که این حامیان رژیم در مورد این فرد چه مطالبی رو در واقع نوشتن من مطالبی که حالا گردآوری میکردم این خدمت شما گزارش کنم بعد ندیده میدارم برای شما بیارم و برای شما از رو بخونم خب ببینید چی در مورد این آخوند فاسد و جنایتکار گفتن این مال در واقع ولایت مدارانه سید محمد باقر نماز جماعت برپا میکرد و هزاران نفر در نماز رو شرکت میکردن بسیار عالی در مجلس درس نیست نیز طلاب زیادی حضور میافتند که در میان مشهورترین آنها نمیدونم حاج مهدی کلباسی فلان و فلان و اینا حضور داشتند خب مقابله با ظلم حکام حجت الاسلام شفتی در برابر زورگویی های حاکم اسمان مقاومت میکرد و با وجود مخالفت های دولت همچنان بر اجرای حدود شرعی تاکید میورزید راست میگه مثلا میگرفت خودش دست قطع میکرد شلاق میزد زن و بچه مردمشون تجاوز میکردن تمام حدودشون اجرا میکردن فتلی شاه قاجار تا زنده بود احترام او را پاس می داشت. اما محمدشاه قاجار با قدرت کوشید تا از نفوذ او بکاهد و از این رو هواداران وی را در اسفهان سرکوب کرد بعد یه جای دیگه ببین چی میگن از جمله فعالیت های سیاسی و مذهبی وی میتوان کمک به فقرا اون ارازل و که آورده با اون مردم قاضی، کمک به فقرا در واقع <تصفح> تفسیر میشه اقامه نماز جماعت و مقابله با ظلم و حکام حجت الاسلام شفتی در اسفان به سبب شهامت درستکاری و بیپروایی در اجرای احکام شهر با اقبال مردم روبرو شد و نفوس و محبوبیت فراوانی کسب کرد علاوه بر آن یکی از تجار مال فراوانی به او بخشید تا از اواید آن به نیازمندان کمک کند او نیز چنان کرد و املاک بسیار خرید و ثروت فراوانی به دست آورد و آن و از آن طریق به فقرا کمک نمود انگار مثلا داره واسه بچه یه سه چهار ساله داره قصه تعریف میکنه سید محمد باقر احکام حدود را جاری و در برخی موارد خود اجرا میکرد که شمار آنها را از هفتاد تا صد و بیست مورد نوشتند بین هفتاد تا صد و بیست مورد طبق این اعتراف ولایت مداران با دست خودش احکام را اجرا کرده حالا شلاق زدن و دست و پا کردن اینجور چیزا برحال محمد شما میگه این نه این داستان مثل تمامی نداره یک شخص رو به اسم کاشی غفاری میفرسته یا شما برو اسفان میبین چه خبره اونجا میتونی جمع جور کنی کاشی اهل کاشان هم بوده میاد اونجا اولین کارم که انجام میده خستخان گرجی رو از حکومت اسفان برکنار میکنه خودش اونجا رو میگیره دستش و میگه که نه اینجا در واقع اوزه کنترل از دست رفته و اینا هر کاری که دلشون میخواد دارن در اسفان انجام میدن حد حرمت میکنن نواز میسه مردم قارت میکنن و خود در واقع حکومت خود پادشاه باید اینجا پا وسط بذاره نهایتا با یک لشکر شست هزار نفری حرکت میکنه لشکر دقیقا بعد از ماجره هرات لشکر میره به سمت اسفان به هشتاد اراد, را... توپ ار را... خب این حضرت حجت الاسلام هم ارازل و باشش رو ترچیز میکنه حالا حد زدنش دشوار نیست که بدونیم این ارازل و باش اسلحه از کجا شون به دستشون رسیده خب ایشون با چه کسی نام نگاری داشت با همون آقای مکنیل دولت فخمی بریتانیا اسلحه رو به اینا رسونده درگیری روی میده خب مشخص بود این ارازل و نمیتونستن در مقابل سپاه لشکر نظامی ایران وایستن و اینا تمام دیواره های حسار اسفهان رو به توپ میبندن این آخوند به شدت میترسه و دستور میده دروازه شمالی رو باز کنید و دروازه جنوبی رو هم از اون طرف باز کنید که این ارجزه این به این گشت ارشاد فرار کنه ماموران گشت ارشاد که داشتهش از اونجا فرار کنه Uh, محمد شاه اینجا باید واقعا یک درود بفرستیم برو حسابی از اینها میکشه میگن که دیوی سفتات نفرشون همونجا در جا کشت و 400 نفر هم زندانی شدند و جالبه که اینا حتی این عراض لوباشون سردستشون به نام خودش حتی خودشون شاه میخوند به اسم رزوان شاه و این یکی سردستگی داشتن به اسم حاج غلام حسین این رهبر لوتیا بود به محسن رفیق دوست اینا بود یا لال جوردی اینا بود اینو محمد شا میده زیر شکنجه بکشنش خب و یک دیوان خانه باز میکنه و از مردم اصفهان میخواد که هر کس از این ارازلو باشه محمد باقر شفتی خودش شکایت داره بیاد در واقع بگه و حالا من باز از همون اوژن فلاندن نقل میکنم در مورد زنان اسفانی میگه که چه بلایی این حجت الاسلام یا آیت الله بر سر مردم آورده بود ایشون میگن که این زنان با چشم های اشکبار می اومدن با چشم های اشکبار می اومدن و از محمد شاه می که محمد باقر شفتی و افرادش رو به واگذار کنن تا این زنان با دست خودشون سر اینها رو ببرن ببین چه بلای سر اینا بود بعد روی محمد شاف فقط به خاطر نفوذ بسیار بالای محمد باقر شفتی از قتل صرف نظر میکنه ولی هم پسر او و هم پسر امام جمعه رو به استراباد تبرید میکنه و جالبه بدون چه کسی شفاعت میکنه واسه محمد باقر شفتی مک انیل سفیر انگلستان به حال با توجه به اینکه وقتمون به پایان رسیده بقیه ماجرا رو میگذاریم برای برنامه بعد سپاسگزارم که فرصت رو دادید اگر پرسش هست من در خدمت شما هستم سپاسگزارم شهرام جان میخواستم همینجوری برای بله شوخی بیام وقتی که رسید این آخونده بیام سو بگم یه دیگه نمیتونیم برمن رو با بدیم قطع کنیم همینجور ولی دیدم که همینجوری گفتم که شاید یه برداشت غلط بشه به هر خیلی استفاده کردیم پس این داستان تموم نشد یعنی ادامه داره داستان سرکوب اخوندها به وسیله محمدشاه شاه خب خب فکر, فکر کنم بله. فکر کنم ادامه داره فکر کنم متوجه شدید پاسخ اون پرسشی که کرد اول برنامه بل. چرا اینقدر خلاصه رد شده درسته. متوجه شدید درسته. چه 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 رازی وجود داشت در دوران محمدشاه شاه که در تاریخ مدارس در حد دو دو سه خط ماجرای محمد شاه رو بسته بندی کردن و, و حتی جدایی افغانستان سده. از ایران هم من یادم که تو تاریخ مثلا تو اون کتاب تاریخ سبام دبیرستان فکر میکنم گذاشته بودم که تو زمان ناصر دین شاه و اصلا بله. توضیحات دقیقی نده بودن که چه اتفاقی میفته اونجا فقط بله. میگن یه قراردادی بستن و اصلا اینو جداش کردن حال ممنونم از اینکه این, این اطلاعات ما میدی و منابع هم که خب دادیم ما میذاریم روی برنامه بله من کتاب, کتاب محرف ها رو معرفی سپاس سپاسگزارم از تو من شما سپاسگزارم تا برنامه بعد بر. بدرود